به نام خداوند مهربان. بینندگان محترم تلویزیون ملی افغانستان، طوری که آگاهی دارید، استر جنرال الحاج عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری، به تاریخ 2 ثور سال جاری طی یک سفر رسمی بنا به دعوت رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه جهت اشتراک در کنفرانس صلح و 100مین سالگرد جنگ چنک قلعه به آن کشور سفر کرد. در این سفر معاون اول ریاست جمهوری را شماری از مقامات دولتی، نمایندگان مردم در شورای ملی و متشبثین خصوصی همراهی می نمودند. معاون اول ریاست جمهوری و هیئت همراهش حین مواصلت به میدان هوایی بین المللی استانبول، از سوی حسن اوستورک معاون والی استانبول، امان الله جیهون سفیر افغانستان مقیم انقره، عبدالملک قریشی جنرال کنسول افغانستان مقیم استانبول استقبال گردیدند. معاون اول ریاست جمهوری پس از یک ملاقات کوتاه در ترمینال میدان هوایی استانبول با مشایعت کنندگان، در معیت ایشان روانه محل اقامتشان باقی قصر چراغان گردید. در حاشیه دیدارهای معاون اول ریاست جمهوری با مقامات عالی رتبه کشورهای دعوت شده، شماری از اعضای هیئت افغانی در جلسه اکادمیسیان ها و سایر مهمانان کشورهای شرکت کننده حضور به هم رسانیده، پیرامون مسائل اقتصادی، فرهنگی و سیاسی با ایشان تبادل نظر کردند. معاون اول ریاست جمهوری در جریان روز دوم اقامتشان در ترکیه با هیئت همراهش در جمعی از سران و نمایندگان بیش از 70 کشور جهان در کنفرانس صلح جهانی و یادبود از 100مین سالگرد جنگ چنک قلعه که در مرکز کنگره های استانبول برگزار شده بود اشتراک نمودند. در این نشست که به میزبانی جمهوری ترکیه راه اندازی شده بود، سران، نمایندگان، اکادمیسیان ها، دانشمندان و اساتید کشورهای اشتراک کننده روی طرح صلح جهانی با هم تبادل افکار نمودند. در این نشست احمد داوود اوغلو صدر اعظم ترکیه از اشتراک کنندگان این اجلاس سپاسگزاری نموده و هدف نشست را تحلیل و ارزیابی اهمیت صلح جهانی و بدبختی های ناشی از جنگ در سطح جهان دانسته گفت که جنگ های مانند چنک قلعه که باعث تلفات صدها هزار انسان در آن زمان شد، درس بزرگی در تاریخ سیاسی جهان بوده و جهانیان را در شرایط کنونی متوجه تحکیم همبستگی و ایجاد روابط نیک میان همدیگر می نماید. در پایان این اجلاس معاون اول ریاست جمهوری با جمعی از سران و اشتراک کنندگان کشورهای شرکت کننده از نمایشگاه عکس و موزیم جنگ چنک قلعه که در مرکز کنگره استانبول دایر گردیده بود بازدید به عمل آوردند. پس از بازدید از این نمایشگاه، وزیر دولت کانادا در امور بین المللی و صدر اعظم ازبق زیلاند جدید در دیدار با معاون اول ریاست جمهوری کشور از ایجاد حکومت وحدت ملی در افغانستان اظهار خرسندی نموده، از نقش ایشان در حمایت و تقویت جایگاه زنان در جامعه و حضور شخص معاون اول ریاست جمهوری در چارچوب نظام موجوده ستایش به عمل آورده، سهم زنان در امور حکومت را در بهتر شدن وضعیت کنونی افغانستان مهم و ارزنده خواندند. پس از چاشت همان روز، معاون اول ریاست جمهوری با جمعی از سران و نمایندگان کشورهای اشتراک کننده در کنفرانس صلح و صدها تن از مسئولین و اراکین دولت جمهوری ترکیه در محفل سخنرانی رئیس جمهوری آن کشور حضور یافتند. در این محفل رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه طی سخنرانیش با وضعیت کنونی کشورهایی که جنگ دامنگیرشان است اشاره نموده گفت که جنگ باعث بدبختی جامعه است و زمان یک جامعه به ترقی و تعالی دست می‌یابد که در آن جنگ و خشونت وجود نداشته باشد. رئیس جمهوری ترکیه یادآور شد که برگزاری این گونه نشست‌ها میان کشورها می‌تواند باعث کاهش و جلوگیری از جنگ‌های تباه کننده شود. رئیس جمهوری ترکیه یک بار دیگر از اشتراک کنندگان این نشست اظهار سپاسگزاری نموده، از تمام دولت مردان خواست تا در زمینه تأمین صلح جهانی دست به دست هم بدهند تا بساط بدبختی جنگ از فراراه بشریت برچیده شود. همچنان الحاج استر جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری با هیئت همراه
در روز دوم سفرشان در مراسم بزرگداشت از صدومین سالگرد قربانیان جنگ‌های زمینی و بحری چنک قلعه اشتراک به عمل آوردند. در این مراسم که در محل بنای یادبود شهدای جنگ چنک قلعه برگزار شده بود، افزون بر رئیس جمهور ترکیه و شاهزاده انگلستان، شماری از اراکین بران رتبه ملکی و نظامی هر دو کشور، سران و نمایندگان بیش از 70 کشور جهان نیز اشتراک ورزیده بودند. در ابتدای این مراسم رئیس جمهور ترکیه و شاهزاده انگلستان با پای بنای یادبود قربانیان جنگ چنک قلعه اکلیل گل گذاشتند و رئیس جمهوری ترکیه و سران و نمایندگان کشورهای مسلمان به روح شهدای این جنگ تاریخی اتحاف دعا نمودند. پس از آن رئیس جمهور ترکیه و شاهزاده انگلستان طی سخنرانی هایشان به سران و نمایندگان کشورهای اشتراک کننده گفتند که گرامی داشت از جنگ چنک قلعه در حقیقت تأکید بر برقراری صلح در جهان می باشد و حضور شما در این محفل خود پیام بزرگی به جهانیان است. آنها گفتند پس از این نباید از جنگ بلکه از روز جهانی صلح تجلیل به عمل آید. پس از آن ترانه‌ای که در وصف شهدای جنگ چنک قلعه از سوی کشور میزبان ترتیب یافته بود به اجرا گذاشته شد. معاون اول ریاست جمهوری کشور ضمن گذاشتن گل بر مزار آنده از افغانهایی که در جنگ چنک قلعه در کنار برادران ترکشان شهید شده بودند نیز اتحاف دعا نمودند. پس از آن برای مهمانان در محل وقوع جنگ‌های 100 سال پیش از سوی قوت‌های زمینی، بحری و هوایی ترکیه مانور نظامی و نمایشات جالب ارائه گردید که نمودار توسعه و پیشرفت جمهوری ترکیه در عرصه‌های نظامی و انکشاف تکنولوژی در آن کشور می‌باشد. صد سال قبل از امروز در جنگ چنک قلعه بیش از ده‌ها هزار تن از عساکر جنگی ترک، انگلیس و فرانسه کشته شده بودند و در جمع قربانیان این جنگ شماری از افغانان نیز که در کنار برادران ترکشان می جنگیدند به شهادت رسیدند. ستر جنرال الحاج عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری، شام روز بعد با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در قصر یلدوز سرای ملاقات نمود. در این ملاقات طرفین روی موضوعات تحکیم روابط و علایق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی میان دو کشور با هم صحبت کردند. معاون اول ریاست جمهوری ضمن تقدیم سلام رئیس جمهور کشور دکتر محمد اشرف غنی بر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با اشاره به یادبود شهدای جنگ چنک قلعه و تحکیم هرچه بیشتر روابط دوستانه میان دو کشور تأکید نموده و از موقف حکومت ترکیه در قبال حمایت از حکومت وحدت ملی در افغانستان قدردانی به عمل آورد. در این دیدار معاون اول ریاست جمهوری کشور از حمایت کشور دوست و برادر ترکیه در جهت همکاری با نیروهای امنیتی افغان، به خصوص آموزش پلیس ملی توسط استادان اکادمی پلیس ترکیه، ابراز خرسندی نموده خواهان همکاری های بیشترشان در راستای افزایش پذیرش محصلین ملکی و نظامی افغان اعم از دختران و پسران به آن کشور گردید. معاون اول ریاست جمهوری با توجه به کمک های ترکیه در تمویل پروژه های توسعوی و زیربنایی در افغانستان از رئیس جمهور آن کشور خواست تا در قسمت ساخت و ساز پوهنتون برای زنان به نام مولانا و شفاخانه علی آباد کابل نیز همکاری نمایند. معاون اول ریاست جمهوری همچنان از رئیس جمهوری ترکیه خواست تا اتحادیه بارچالانی افغان ترک ایجاد گردد تا بدین وسیله تاجران افغان بتوانند امتعه و اموالشان را از طریق ترکیه به اروپا صادر نمایند. معاون اول ریاست جمهوری همچنان از رئیس جمهوری ترکیه خواست که تا افزایش مالیه بر ورود امتعه افغانی از جمله قالین را که اخیراً از سوی آن کشور وضع گردیده است ملغا نموده و مالیه بر واردات آن را به کشورشان مانند گذشته مرعی الاجرا قرار دهند. معاون اول ریاست جمهوری نقش جمهوری ترکیه را در قبال حمایت از پروسه صلح در افغانستان مهم و ارزنده دانسته از تلاش جمهوری ترکیه در این مورد ابراز خرسندی کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت
پیرامون پروسه صلح در افغانستان با رئیس جمهور پاکستان گفتگوهای مثمری داشته است و حکومت پاکستان وعده سپرده است که کوشش نهاییشان را در امر تأمین صلح در افغانستان و منطقه به خرج خواهند داد. در جریان این ملاقات رئیس جمهور ترکیه به معاون اول ریاست جمهوری کشور اطمینان داد که به پیشنهادات ارائه شده ایشان از سوی کشورش ترتیب اثر داده خواهد شد و تحقق خواهند یافت. در اخیر رئیس جمهور ترکیه یک بار دیگر حمایت کشورش را از حکومت وحدت ملی در افغانستان ابراز داشته از معاون اول ریاست جمهوری کشور ما خواست تا سلامها و تمنیات نیکشان را به همتای افغانیش دکتر محمد اشرف غنی با وزرای کابینه جدید حکومت وحدت ملی ابراز بدارند. شام همان روز معاون اول ریاست جمهوری و هیئت همراهش از استانبول عاصمه انقره پایتخت جمهوری ترکیه شد که در میدان هوایی آن شهر از سوی مقامات بلندپایه دولت ترکیه، مسئولان نهادهای جامعه مدنی آن شهر و جمع کثیری از محصلین افغان مقیم آن شهر استقبال گردیدند. به همین ترتیب الحاج استر جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری در ادامه سفرشان به ترکیه با احمد داوود اوغلو نخست وزیر و رئیس حزب عدالت و توسعه آن کشور در انقره در قصر چانقایا ملاقات کرد. در این دیدار معاون اول ریاست جمهوری کشور را فیض الله زکی مشاور ارشد ریاست جمهوری و سرپرست دفتر مقام معاونیت اول ریاست جمهوری امان الله جیهون سفیر کبیر افغانستان در انقره سید منصور نادری رهبر حزب پیوند ملی و وکیل در پارلمان لاله حمیدزی نماینده مردم کندهار در شورای ملی حاجی باتور دوستم رئیس بنیاد دوستم و مشاور حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان یونس طغرا مشاور روابط بین المللی مقام معاونیت اول ریاست جمهوری و همایون حقبین سکرتر مقام معاونیت اول ریاست جمهوری همراهی می نمودند. نخست وزیر جمهوری ترکیه و هیئت همراهش که در ترکیب آن وزیر خارجه، رئیس امنیت ملی، معین و مسئول بخش شرق میانه وزارت خارجه ترکیه، نماینده استردرستیز قوای مسلح و رئیس اداره همکاری و هماهنگی ترکیه یعنی تیکا حضور داشتند، با معاون اول ریاست جمهوری اسلامی افغانستان روی تداوم همکاری میان دو کشور، ارتقای ظرفیت نیروهای امنیتی افغانستان، توسعه پروژه های زیربنایی و مؤثریت نقش ترکیه در قبال مذاکرات صلح در افغانستان با هم صحبت کردند. معاون اول ریاست جمهوری با اشاره به ناامنی های اخیر در کشور به ویژه بروز ناامنی در ولایات شمال نقش ترکیه را در مذاکرات صلح در افغانستان مهم دانسته یادآور شد. همان گونه که جمهوری ترکیه در سال 2007 جهت آوردن صلح و ثبات در افغانستان سعی و تلاش نمود، در شرایط و اوضاع کنونی نیز نقش ترکیه در این راستا مؤثر خواهد بود. همچنان معاون اول ریاست جمهوری با سپاسگزاری از میزبانی دولت ترکیه و همکاری‌های متداوم آن کشور به افغانستان از دولت جمهوری ترکیه خواست تا در جهت تأسیس یک پوهنتون در شمال افغانستان و ایجاد دفتر کنسولگری آن کشور در ولایت جوزجان همکاری نماید. احمد داوود اوغلو نخست وزیر ترکیه در کنار یادآوری روابط نیک و دیرینه میان دو کشور از قهرمانی های مردم افغانستان به قدردانی یاد کرده افسود که در زمان جنگ استقلال ترکیه برادران افغان در کنار برادران ترکشان یک جا می جنگیدند که این ایثارگری آنان هیچگاه از خاطره دولت و مردم ترکیه به دور نخواهد ماند و ترکیه مصمم است در آوردن صلح و ثبات و تقویت پروژه های زیربنایی با مردم و حکومت وحدت ملی افغانستان همکار باشد. معاون اول ریاست جمهوری همچنان در حاشیه دیدارهایش با مقامات بلندپایه جمهوری ترکیه در اقامتگاهش با آقای فریدون سینیرلی اوغلو معین وزارت خارجه جمهوری ترکیه دیدار و با ایشان پیرامون مسائل مورد علاقه دو کشور گفتگو نمود. دکتر امان الله جیهون سفیر افغانستان مقیم انقره که حین ملاقات ها با مقامات دولت ترکیه معاون اول ریاست جمهوری را همراهی می نمود طی مصاحبه با گزارشگر تلویزیون ملی افغانستان روی اهداف سفر معاون اول ریاست جمهوری به ترکیه، وضعیت محصلین و مهاجرین افغان و مسائل تجاری میان دو کشور جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری ترکیه چنین گفت: من فکر می کنم که از دستاوردهای این سفر اگر چیزی ما بگم بهتر خواهد شد،
در این سفر بر علاوه اشتراک جلالت ماب معاون رئیس اول معاون اول رئیس جمهوری، ایشان صحبت های بسیار خوبی با رئیس جمهور اردوغان داشتند و همچنان صحبت های خوبی با صدر اعظم ترکیه آقای داوتوغلو داشتند. صحبتی که با جلالت ماب اردوغان داشتند، این صحبت یک صحبت بسیار خوب و همه جانبه بود که تقریبا در حدود بیشتر از یک ساعت در بر گرفت. و در این صحبتی که دو به دو جلالت ماب معاون اول رئیس جمهوری و جلالت ماب اردوغان داشتن، بر از اینکه صحبت خلاص شد قراره که جلالت ماب معاون اول گفتن، روی موضوعات مختلف و به خاطر بست و توصیه همکاری بین هر دو کشور و بست و توصیه روابط بین هر دو کشور و به خاطر آوردن صلح و استقرار در افغانستان وطن عزیز ما، صحبت های همه جانبه صورت گرفته بود که جلالت ماب معاون اول از این صحبت